اواسط پاییز بود، بعد از 43 ماه من از زندان آزاد شدم. بعد از دو سه روز گفتم برم سراغ میامه که با دستای خودمون ساختیمش، اون به کجا رفته؟ گفتم میامه مصادره شده. گفت دست کیه؟ گفتم حاج غفور. گفتم حاج غفور کیه؟ گفتم معاون خلخالی، اونی که حکمای تیرار خلاص خلخالی رو میزنه. گفتم ای داد بیداد. گفتم حاج غفور رو چطور حالا میشه پیدا کرد؟ وقتی فهمیدم یه دوستی دارم به نام سرهنگ دانش، با اون دوسته رفتم سراغش. بالاخره حاج غفور رو گیر آوردیم، یه قرار باش گذاشتیم. رفتم پیشش، خودم رو معرفی کردم. گفت میانی چیه؟ 4 میلیون باید بدی، 2 میلیون خودم، 2 میلیون بابت خمس و زکات به کمیته امام. ماهی 250,000 تومان هم هر ماه اجاره اینجاست. بالاخره هتل ما گرفتیم. گفتیم که خب کاباره که نمیتونیم راه بندازیم، هتل هم که مسافری نداره. سلف سرویس رو راه انداختم. بعد از 2 هفته سلف سرویس شد اینطوری، ما فوری یه تنور زدیم بغل سلف سرویس رو، هر کی میرفت یه نون تافتون هم مجانی میدادیم که برکت بیاد. بالاخره وقتی که کار راه افتاد، برادرم احمد از امریکا زنگ زد، گفت دارم میام. گفتم نه یا، گفت دارم میام. گفتم نه یا، گفت دارم میام. آخرش اومد. وقتی هم که اومد بردیمش هتل، گفتم پشت این میز تکون نخور، من همه کارا رو میکنم، نگران نباش. گفت چش. گفتم قبول. گفت قبول. گفتم قبول. گفت قبول. گفتم قبول. گفت قبول. بعد از 2-3 روز حاج غفور اومد هتل. گفت محمود. گفتم بله. گفت من 100 تا چلو کباب برای شب جمعه میخوام برای آرامگاه رضا شاه بفرستی، چون خلخالی و کروبی و تمام دار دست ها هستن. یک دفعه احمد آقا وقت که فهمید حاج غفور اومده پرید جلو. برادرم گفت محمود تو رو خدا به حاج غفور سفارش کن، این که میره فردا خلخالی میبینه اون آپارتمان های کیشا و خونه و تو سدخندان رو که مصادره شده بگو آزاد کنه. گفتم داداش الان زمانش درست نیست. گفت درسته. گفتم خواهش کنم درست نیست، زمان بده. ول نمی کرد، همی گفت بگو. من احمقم رفتم به حاج غفور گفتم که بابا فردا که میاد چلو کباب ببری، این برادر منم ببر به خلخالی معرفی کن، این آپارتمان و خونش رو که تو مصادره هست دستور بده که آزاد بشه. گفت یه شرط داره. گفتم چه شرطیه؟ گفت فردا که میام اینجا یه کادیلاک سویل قهوه‌ای رنگم برای من باید بگیری، من این کارو میکنم. گفتم باش. و همون شب هم من رفتم از کمال، نمایشگاه کمال، یه سویل کادیلاک قهوه‌ای داشت، خریدم آوردم. صبح که اومد سویچ بهش دادم و اینا چلو کبابا رو تو 2 تا کادیلاک زدن و رفتن طرف شابدالعظیم، آرامگاه رضا شاه کبیر. خلاصه وقتی که غذا رو سرو میکنن و غذاها رو میخورن و آروغاشون هم میزنن، حاج غفور برادرم میبره میشه خلخالی، معرفی میکنه آقا این قربانی مرد خوبیه، دستور بده این هم مصادره در بیاد. گفت کدوم قربانی؟ اونی که مال هتل میامه. برادر میپره جلو میگه اون شوهر گوگوشه. خلخالی میگه همون محمود قربانی شوهر گوگوش؟ مگه هنوز این مرتیکه رو نکشتن؟
یک دفعه تلفن زده میشه به من محمود 40 تا پاستا دارم میان بگیرنت. ما رو میگی یه پا داشتیم دو پام قرض کردیم و ده فرار. فردا صبح تلویزیون ما بگیرم خرخالی تو مجلس داری میگه کجا نشستین؟ محمود قربانی بوده هتلش داره گل و نوم میده میگه طاغوت داره برمیگرده. قصه ها دارم هزار هزار، هم خنده دار هم گریه دار در تلویزیون امروز. کوه میذارم رو دوشم، رخت هر جنگ و میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگ و میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم باد و نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه. اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره.